سازمان عفو بین الملل همزمان با روز جهانی آزادی موسیقی از هنرمندان و فیلمسازان در سراسر جهان خواسته تا از حکومت ایران بخواهند به صدور حکم زندان و آزار و اذیت 3 موسیقیدان و فیلمساز ایرانی پایان دهد. حسین رجبیان فیلمساز، برادرش مهدی رجبیان و یوسف عمادی هر دو موسیقیدان به تازگی در پی تایید حکم 3 سال زندان هر کدام در آستانه زندانی شدن قرار گرفتند. سازمان عفو بین الملل صدور این احکام را نشانه دیگری از محدود کردن آزادی بیان و وضعیت نامناسب نظام قضایی ایران دانسته که منجر به سرکوب هنرمندان شده است. خب برای بررسی بیشتر این موضوع رها بحرینی پژوهشگر در سازمان عفو بین الملل از لندن با ماست. خانم بحرینی خیلی ممنون که در برنامه ما هستین. سازمان شما در واقع از همه هنرمندان و فیلمسازان خواستن که به زندانی این 3 نفر واکنش نشون بدن. آیا فکر می‌کنید که این اقدام میتونه تاثیرگذار باشه؟ بله، امروز روز جهانی آزادی موسیقیه و ما متاسفانه می‌بینیم که در ایران مقامات کشور و دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی هیچ ارزشی برای آزادی بیان و آزادی موسیقی قائل نیستن. همونطور که گفتین، عفو بین‌الملل به مناسبت این روز کارزاری جهانی رو برای حمایت از حقوق این هنرمندان به راه انداخته و از هنرمندان در نقاط مختلف دنیا و فعالین عفو بین‌الملل درخواست کرده که از مقامات قضایی ایران بخوان که همصدا با عفو بین الملل احکام جریمه و زندان این هنرمندان رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنن. این احکام نقطه تلاقی بی‌عدالتی و بی‌خردی محض در نظام کیفری ایران هستن. نظام کیفری که افراد رو تنها به خاطر پخش موزیک و ساختن فیلم که ساختن فیلمی که یا موسیقی که باب میل و سلیقه مسئولین نباشه مجرم مینامه و به احکام سنگین زندان محکوم میکنه. اقدامات اینچنینی از سوی مسئولین ایران نمونه بارز نقض حق آزادی بیانه، حقی که ایران هم با توجه به اینکه عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هست ملزم به رعایت اونه. بحرینی، اشاره کردین در جایی از صحبتاتون که دستگاه‌های اجرایی و قضایی در واقع در این مسئله دخیل هستن. حالا فکر می‌کنین که با توجه به نتیجه انتخابات اخیر در ایران، آیا میشه امیدوار بود که این وضعیت قطری بهبود پیدا بکنه؟ عفو بین‌الملل همواره از قانونگذاران در ایران درخواست کرده که قانون‌هایی که منجر به جرم‌انگاری استفاده از حق آزادی بیان میشه رو لغو بکنن و استانداردهایی رو تعریف بکنن که علاوه بر رعایت حق آزادی بیان، اصول دادرسی منصفانه هم رعایت بشه. متاسفانه در پرونده این هنرمندان حق آزادی بیان تنها حقی نیست که لگدمال شده. ما یک بار دیگه شاهد این هستیم که اصول دادرسی منصفانه به شکل تأسف‌باری مورد نقض و تجاوز قرار گرفته. این هنرمندان در تمام مراحل دستگیری، از تمام مراحل دادرسی، از لحظه دستگیری تا محاکمه و تجدید نظر، از حق داشتن وکیل محروم بودند. دستگیری اونها بدون حکم جلب صورت گرفته، به مدت 18 ماه در بازداشتگاهی مخفی نگهداری شدند و گفته میشه که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند و اعترافهایی که تحت شکنجه گرفته شده مورد استناد قرار گرفته برای محکوم کردن اونها. اینها همه برخلاف اصول دادرسی منصفانه که حتی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران هم درج شده و ما علاوه بر قانونگذاری صحیح نیازمند این هستیم که مکانیزم‌های لازم رو در سیستم قضایی برای ممنوعیت شکنجه و بهره‌مندی متهمین از حقوق دادرسی منصفانه تعریف بکنیم. عفو بین‌الملل امیدواره که مقامات قضایی ایران به آزار و اذیت این 3 هنرمند فوراً و بدون قید و شرط خاتمه ببخشن و اقدامات موثری برای حفظ حق آزادی بیان از جمله از طریق موسیقی و هنر رو اتخاذ کنن.